این تنها مرکز تداوی معتادان در شهر ترینکوت مرکز ولایت اروزگان است. در این مرکز تنها 20 بستر وجود دارد، در حالی که تعداد معتادان در این ولایت به 25 هزار تن می رسد. به گفته مسئولان تنها 160 تن از معتادان تداوی شدند، زیرا امکانات اندک است و تعداد معتادان بیشتر. بستریز درختون خدا ناممکن ده، زکه کچیر 25 زر راوخ پر کلو باندې واړو څو کلونه کې به کسانو ته یو ځل نوبت ورسیږي چې دوی یو ځل بستر سي. خو دلته داسې کسان سته چې دوم ځلم بستر سي، حتی دریم ځلم بستر سي. غوښتنه ده دا زموږ اواز تر چا پورې ورسوي، او د مسؤولینو څخه مو دا غوښتنه ده چې په دې برخه کې کار وکړي تر څو دا شل بستریز په سل بستریز 200 بستریز بدل سي او خلکو ته رسیدګي وسي. شماره از معتادانی که زیر تداوی هستند میگویند از اینکه تعداد معتادان در این ولایت بیشتر است، آنان ترس دارند که مبادا پس از تداوی دوباره به اعتیاد رو بیاورند. آنان از حکومت میخواهند که افراد معتاد را از سطح شهر جمع آوری کنند. شینه دغه سرک شینه هغه کوچه تا ورسه لیلا وګرځه میده میده بر په تاریخ په شخته بیا په روین په شخته اخر په لیونیان کوم مغزوم کار پرې شو بل خدغه کیسه زره اوز پر عملی د ستر کې ولګی شي بعد هر عملی ټینګ سي روختن دلته راسي دا روختون غټ سي پراخه سي نور بل روختون ورته جوړ سي دلته خوشال کاسه چې ما سي اضافه سي د وشتن زین له مسئولان ریاست صحت عامه اروزگان میگویند که مشکل کمبود مراکز صحی برای تداوی معتادان را با وزارت صحت عامه شریک ساختند تا مرکز تداوی معتادان از 20 بستر به 100 بستر ارتقا یابد. وسته پر مجاوز 40 بستر روختون ورتل روچ په دغه کې د تداوی کیج خدام روختیا محترم وزارت خاص مو یو پیشنه داخست دي تر څو پوری چې موږ د روختون 100 بستر سي یو موضوع دا دوم د کورنی چار وزارت زمر سره وعده کړی ده چې تاسو روزګان کې ځای پیدا کړئ تر څو پورې چې موږ همکاري درسره وکړو او یو 300 بسترې روغتون جوړ کړو تر څو د معتادینو هغه تعداد راکم سي او تداوی سي. پس از هلمند، روزګان یکی از ولایت‌هایی است که در جنوب کشور بیشترین معتاد را دارد و خواستها این است که برای از بین بردن مواد مخدر گام‌های بنیادی برداشته شود.